سناتورهای آمریکایی که پرزیدنت اوباما را متهم می‌کنند توافقهای ای با ایران امضا کرده است که برای توافق هسته‌ای اعلام شده است هفته آینده فرصت دارند از یوکیو و امانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با این توافقها ها پرسجو کنند مخالفان توافق هسته‌ای با ایران می گویند آقای آمانو نیز در توافقهای سری با ایران نقش داشته است بیانیه ی جمعه آژانس در ارتباط با سفر آقای آمانو به واشنگتن به این مناقشه اشاره ای نکرده است. آژانس روز جمعه اعلام کرد آقای آمانو با اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا ملاقات خواهد کرد و در خصوص نقش آژانس در تایید و بازرسی از اقداماتی که ایران باید در چهارچوب توافق چهارتهم ژوئیه انجام دهد، توضیح خواهد داد. مچ <میت> مکانال سناتور جمهوری خواه و رهبر اکثریت سنا روز پنجشنبه بار دیگر تایید کرد آقای اوباما باید تمامی اسناد مربوط به توافق آژانس و ایران را که او توافقهای جنبی خوانده است تحویل دهد جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید هیچ توافق جنبی صورت نگرفته است آژانس بینالمللی اتمی هم میگوید حفظ اسرار بین ایران و آژانس یک رویه استاندارد در جهان است ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا روز گذشته در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید گفت توافق هسته‌ای با ایران علنی است و هیچ جنبه مخفیانه در آن وجود ندارد اما دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های ایران بر پایه پروتکلی است که حفظ اسرار محرمانه خوانده می‌شود. بنابراین توافق علنی است و محرمانه نیست. ایران باید بر اساس این توافق تا 15 اکتبر سال جاری و هر درخواست آژانس بین المللی انرژی اتمی برای دسترسی به هر سایتی که لازم میداند بر پایه پروتکل توافق شده پاسخ دهد این پروتکل ها به عنوان قاعده کلی حفظ اسرار محرمانه بین کشورها و آژانس خوانده می شوند و استقلال آژانس از نظر منافع بلند مدت ما بسیار مهم است از این رو استاندارد حفظ اسرار رعایت می شود آقای مونیز به دخالت آژانس در برنامه هسته‌ای آفریقای جنوبی در 25 سال قبل اشاره کرد و گفت بر اساس این پروتکل تمامی اسناد سری اند. به گزارش ایسنا رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس نیز گفته است اسناد محرمانه بین ایران و آژانس نمیتواند در اختیار کنگره قرار گیرد. سفر آقای آمانو به واشنگتن در شرایطی صورت میگیرد که ایران آمریکا را متهم به نقض توافق هسته‌ای می‌کند زیرا به گفته ایران بازرسی های آژانس با هدف جمع اطلاعات برای حملات نظامی احتمالی به سایت های حسده ای ایران است. رضا نجفی از جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نقل کرده است که گفت بازرسی های آژانس اهداف حملات نظامی اسرائیل و آمریکا را مشخص تر خواهد کرد زیرا اطلاعات دقیق تری در طول سال های توافق جمع خواهد شد. یگانه ارسباران صدای آمریکا.